خانواده در شکلگیری شخصیت هر آدمی نقش خیلی مهمی داره. گواه حرف ما آیت الله محمد یزدیه. آیت الله یزدی توی خانواده مذهبی به دنیا آمد. رابطه عاطفی با پدر و علاقه‌ای که پدرش به علوم دینی داشت باعث شد که خودش هم به دروس دینی علاقه‌مند بشه و برای رفتن به حوزه علمیه اشتیاق پیدا کنه. 16 سالش بود که برای ادامه تحصیل وارد قم شد و با پشتکاری که داشت موفق شد درجه اجتهادو کسب کنه. البته این درس دین خوندن‌ها فقط جنبه فردی نداشت. آیت الله یزدی میدونست که دین از سیاست جدا نیست، پس برای همین پا به میدون سیاست گذاشت و تبدیل به یکی از نیروهای مؤثر جریان انقلاب اسلامی شد. اگه قرار باشه از کسی که بیشترین تأثیر رو روی آیت الله یزدی گذاشته نام ببریم، باید به سراغ امام خمینی بریم. ارتباط بین این استاد و شاگرد به جلسات درس امام تو مسجد سلماسی قم برمیگشت. زمانی که درس تموم میشد، یزدی به همراه تعدادی از شاگردا دور امام حلقه میزدن و درباره مسائل سیاسی بحث و گفتگو میکردن. امام هم سعی میکرد که وضعیت رو برای شاگردای خودش روشن کنه و مسیر رو بهشون نشون بده. مسیری که البته بی درد سرم نبود. آیت الله یزدی به خاطر سخنرانی‌ها و افشاگری‌هایی که علیه دستگاه ظلم داشت، بارها تو شهرهای مثل قم، اهواز و کرمانشاه بازداشت شد و در زندان‌های قزلقلعه تهران و بوشهر به زندان رفت و به شهرهای مثل کنگان و رودبار گیلان تبعید شد. انقلاب که به ثمر نشست، مسئولیت‌های مهمی رو به عهده گرفت که از جمله اونا میتونیم به ریاست قوه قضاییه، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای نگهبان اشاره کنیم. تحریم شدن توسط آمریکا در سال 98 نشون میداد که محمد یزدی حتی در سال‌های آخر عمرش هم از نظر دشمن مهره مؤثری به حساب میاد که باید باهاش مقابله کنند. سرانجام پس از عمری مبارزه و تلاش خستگی ناپذیر، این عالم برجسته در سال 99 دعوت حق لبیک گفت و از دنیا رفت. آیت الله محمد یزدی کسی بود که امام خمینی اونو با چنین کلماتی توصیف کرده بود: متدین، مورد وثوق و درداشنای اسلام و انقلاب.